رسیدند یک سر به توران زمین، سواران ترک و سواران چین. چه مردی و نام و نشان تو چیست، که زاییده بر تو باید گریست؟ بود ترک و تینت و دیوزاد، که نام پدرشان را ندارد بیاد. احسنت حکومت اردوغان استغلال اللحظه و مضت به سیاست ترویج الجیش بمهاره. هل اتمت المهمه؟ طبعا لا، لكن ثمه قناعه هنا انه لم يعد سهلا على الجيش اسقاط سيده المفترض مره اخرى. عباس ناصر، الجزيره، انقره. درود بر مهمانیاران گرامی، آرزو دارم هر کجا هستید شاد و خوش و پیروز باشید. من درود دارم به پیشگاه همه مردم و همه انسان‌ها و همه فرهنگ‌ها و همه تمدن‌ها، به ویژه مردم سرزمین ترکیه، آذربایجان دوتاشون و هر کجای جهان که هستن. ما مخلص همه ملت‌ها، قوم‌ها، تبارها هستیم، به ویژه مردم نازنین ترک، مهمان نواز، بزرگوار، آفریننده، خلاق، تعصبدار، میهندوست. اینها همه به جای خود هست، ولی سخن وقتی از این مواردی که عرض کردم میشه، هدف مردم نیستند، هدف حکومت ها هستند. حکومت ها میان و میرن، موسمی هستند. گاهی این حکومت ها برای خود اون مردمشون خوب کار میکنن، به دیگران ظلم و ستم میکنن، به مردم خودشون خوب میکنن، ولی بعضی وقتا میبینیم که به مردم خودشون به بخش خوبی میکنن، به بخش بزرگی بدی میکنن. حالا شما آرا رو در نظر نگیرید که 50 به اضافه 1 میاره طرف رئیس جمهور میشه، شهردار میشه. سال هاست که با دستگاه‌های کامپیوتری که رأی شماری میکنن، بسیاری از شهردارها و غیره رو که در سرزمین‌های استعمار زده مدرن انتخاب و گزیده میشن، قلابی هستن. به همین رو در ترکیه هرچند آقای رجب طیب اردوان که بهش میگن اغدوان آمده است و یک سری کارهایی کرده، مردم رو از خودش راضی کرده، ولی بخش عظیمی از مردم ترکیه، ارمنی‌ها، کردها و تبارهای دیگر زیر فشار سرکوب و قتل عام بودند. در این شکل نکن. مشخصا خود آقای طیب اردوان نیز از هنگامی که خواست قدرت بگیره رفت با طالبان بود و افغانستان مبارزه و نبرد کرد و بعد با گلوبالیست ها به رهبری آقای جورج سوروس ساخت و بعد میلیاردها دلار آورد تو کشورش و بعد با اسرائیل پیوند خوب برقرار کردن. اینها ترکیه همه کارا رو سیاست مدارانه انجام داد، یعنی همه ارگانهای قدرت جهانی که اسلامگراهای فاشیست بودن طالبان و از کنم خدمتون از اون طرف گلوبالیست ها بودن که جهان در دست اونها هست و دولت اسرائیل که شما هیچ کار تو دنیا نمیتونی بکنی اگر ضدیت داری با اسرائیل. اسرائیل یک کشوری به رسمیت شناخته شده، حالا بگذار و غیره و غیره. اینا همه این کارا رو کردن و بعد حالا شروع کردن به کشورگشایی. در رابطه با خود ایران من بارها صحبت کردم توی این 20 سال گذشته، به ویژه از همون ساخت تلویزیون جمع و سریال های بوی خوش عشق و سلطان فلان و فلان، اینا بتونه ای گفتم اینا رو ما گفتیم، حالا نشتیدیم، این بلا افتادیم. اما من میخوام بگم که من درود دارم به همه ملت ها، به ویژه مردم ترکیه، از هر تبار و ریشه و آینی که هستن انسان های پاک و خوبی هستن. هرگز هیچ کس کار رهبران رو به حساب مردم شریف نمیذار. اما نکته دیگه‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم، اعدام آقای زم بود، این جوان که پدرش تقریبا 6 ماه پیش از پیروزی انقلاب سیاه اینو به دنیا آوردن، مادرش به دنیا آورد و پدرش اسمش رو گذاشت روح الله، چون موقع جنجال خمینی بود و انقلاب میخواستن بکنن و چه اسم بچهش گذاشت روح الله و همین نظام روح الله بچهش بود. مرا به بود
بهار ما گذشت.